وجود 11 اقلیم از 13 اقلیم شناخته شده جهان، برخورداری از 300 روز آفتابی در سال و اختلاف دمای 40 تا 50 درجه سانتیگرادی میان سردترین و گرمترین نقطه در کشور، شرایط مناسبی برای رشد و نمو گیاهان وحشی و دارویی را در کشور ایجاد نموده، به طوری که هم‌اکنون بیش از 90% گونه‌های گیاهی جهان در ایران وجود دارد که گفته می‌شود 10 تا 15% آنها دارویی هستند. ما حدود 2000 گونه گیاه دارویی در کشور داریم که بعضی از اینها انحصاری و ویژه کشور ما هستند و در هیچ جای دیگه دنیا وجود ندارن. گیاهان دارویی ایران از نظر کیفیت میشه گفتش در مقام اول نباشه دوم باشه. آلمان، آمریکا، کانادا، انگلستان، فرانسه، سوئیس، سوئد، ایتالیا، مجارستان، ترکیه، هند، چین، پاکستان، بحرین، کویت، قطر، امارات و لبنان مهمترین بازارهای گیاهان دارویی ایران هستند. گیاهان دارویی فقط ازشون دارو تهیه نمیشه، انواع فرآورده‌های آرایشی بهداشتی، کاربردهایی که تو صنایع غذایی دارن به عنوان نگهدارنده، آنتی اکسیدان و غیره، همه اینها بازاری رو فراهم کرد که به گیاهان دارویی پتانسیل اقتصادی بالا رو عطا کرد. کشور ایران با داشتن شرایط اقلیمی و تنوع گیاهی به مراتب بهتر از اروپا، هم‌اکنون 60 تا 90 میلیون دلار از تجارت جهانی گیاهان دارویی را از آن خود کرده است. یا دارویی ما رو در دنیا میشناسونه. علاوه بر صادرات، علاوه بر درآمد ارزی، معرفی مملکت کشوره. اگه ما اینا رو فراوری کنیم داخل کشور، غیر از اینکه شغل ایجاد کردیم، صنعت ایجاد کردیم، افزایش تولید رو به همراه داشتیم، افزایش ارزش افزوده رو داریم. برآورد شده تا سال 2050 میزان تجارت گیاهان دارویی کشورهای جهان به بیش از 5 تریلیون دلار برسد. در چنین شرایطی با توجه به تنوع آب و هوایی کشورمان و امکان رویش گیاهان دارویی در آن، فرصت طلایی در اختیار ایران است که با یک برنامه ریزی جامع بیش از گذشته در بازارهای جهانی حضور داشته باشد.